به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان. انشالله که حالتون خوب باشه. خب میبینین که من تنوز در ایران هستم، حالا یه مدت دیگه هم میمونم. هوا سرد شده، اینجا روی کوهایی که از پنجره میبینم برف اومده، برف جمع شده و مثل اینکه باید شوفاژه رو روشن کنیم. خب این از آب و هوا. حالا در این برنامه میخوام درباره جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و بوموسا صحبت کنم و اینکه آقای زهروند در جزیره بوموسا چی کار میکنن. آقای زهروند رفته اونجا. خب مقاله ای رو میخوام برای شما بخونم، این جالبه، بریم ببینیم که در این مقاله چی گفته میشه. خب ببینین، بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از جزیره بوموسا. خب به نظر من مجلسی ها به خودشون اومدن و در واقع این کمیسیون امنیت ملی کار بسیار جالبی کردن. آقای زهروند هم عضو این کمیسیون هستن و رفتن بوموسا. خب میبینین که این جزیره یه بخشی از سکنش اماراتی هستن، درست؟ خب ما باید کاری بکنیم که اول از همه این سکنه اماراتی باید از اونجا برن، پاشن برن همون امارات. حالا اگرم میخوان اونجا بمونن باید یاد بگیرن رفتار درست رو و یه موقعی خدای ناکرده حق رو ندن به اماراتی ها و بخوان جنگولک بازی در ایران. این از این. از این که بگذریم، ایران الان آغاز کرده به در واقع مقداری ساخت و ساز در اونجا و اسکان دادن ایرانی ها در جزیره بوموسا و شنیدم که دولت 200 واحد مسکونی درست کرده و حالا جوان ها هم که بخوان برن اونجا زندگی کنن بهشون وام میدن. البته میخوام بگم این جزایر آب و هواشون بسیار گرمه ولی در زمستون و بهار خیلی خوبه، خیلی مناسبه. در هر صورت امکاناتی اونجا هست که برن اونجا و اسکان بگیرن و در واقع این جزایر یا این جزیره به ویژه که وسعتش بیشتره، این بشه مسکونی توسط ایرانیان که دیگه اون جریان میخوام بگم اماراتی زر زیادی نزنن، زر بزرگتر از دهانشون نزنن. و حالا روسیه چرا اینجا داره بهشون یه مقداری بها میده؟ خب من میخوام بگم که تمام کشورهای دنیا در درجه اول به فکر منافع خودشون هستن. اگر روسیه منافع مشترک خیلی بزرگی با امارات داره، چه دلیل داره که بخواد بیاد مثلا طرف ایران رو بگیره؟ در صورت من فکر نمی کنم که روسا عمدن یه چنین کاری رو کردن، حتما از روی نادانی هست که در برخی از جلساتشون و جلساتی که با امارات و این کشورهای حوزه خلیج فارس و یا عربستان برگزار میشه میان بها میدن به چرت و پرتایی که از سر و مغز و مخ اونا میریزه. خب ما باید اینا رو جهاد تبیین بکنیم، روسا رو، وزیر امور خارجهشون رو، و بهشون بگیم که در واقع پاشون رو از گلیمشون فراتر نگذارن. این برمیگرده به چه سازمانی؟ به دستگاه وزارت امور خارجه ما. باید این کارو بکنن. حالا برم اول این مقاله رو با شما در میون بگذارم بعد صحبت میکنم. خب میگه جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه سفر خود به استانهای جنوبی کشور عازم استان هرمزگان شدند. این هرمزگان بسیار زیباست و جزایری که اونجا هستند، خب من خیلی دوست دارم بتونم فرصت پیدا کنم برم گشتی اونجاها، چه بسا بتونم یه بوموسا هم برم سری بزنم. خب و در ادامه به جزیره استراتژیک بوموسا رفتن. آفرین باریکلا. خب به گزارش خبرگزاری فارس از بندر عباس ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی، روز گذشته به همراه سایر اعضای کمیسیون با ورود به جزیره بوموسا و حضور در گلزار شهدای این شهرستان پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا و قرائت فاتحه به اطرفشانی و قباروبی مزار این شهدای والا مقام پرداختن. خب ما اونجا هم شهید داریم، خیلی جالبه. ابراهیم عزیزی، حجت الاسلام سید محمود نبویان، آقای نبویان هم رفته توجه کن، عباس مقتدایی، ابراهیم رضایی، علی خزریان، یعقوب رضازاده، ابوالفضل زهروند،
احمد عجم، سالار ولایت مدار، روح الله نجابت، علایالدین بروجردی، محمد رضا محسن ثانی، بهنام سعیدی، مشتبه زارعی و خانم سارا فلاحی که ایشون یه گاهی گداری سخنرانی های خیلی جالبی در مجلس میکنن. کمیسیون امنیت ملی، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این سفر و بازدیدها حضور داشتن. آفرین، به نظرم کار به جایی کردن. به جای اون 180 نفر یا 120 نفری که رفتن نیویورک، این سفرها خیلی واجب تره. اونایی که با آقای پزشکیان رفتن نیویورک. خب سردار محمد راستی، اونجا دیدین عکس ایشون و سردار محمد راستی، ایشون جلو دارن میرن. معاون پژوهش و دانش نیروی دریایی سپاه در این بازدید گزارشی از نیازها و ضرورت‌های توسعه جزایر ایرانی خلیج فارس از جمله بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک ارائه کرد. خب دمشون گرم. اینم عکسایی که اونجا هست. حالا میخوام برم یه کلیپی رو بهتون نشون بدم در همین راستا. بذاریم ببینیم که اینجا تمام اینها مهملاته، یعنی مردم ایران بدونن این جزایر ناموس ایرانه. دقیقا. این جزایر شرف ایرانه. کمترین عرض شود که عقب نشینی ما بکنیم، فردا میگن خوزستان مال ماست. بوموسا، بوموسا یعنی بابا موسا، بابا طاهر، بابا فقانی اسم ایرانیه، و تنب بزرگ، تنب یعنی پشتی، تنب مار چون مار زیاد داشته از اول میگفتن تنب مار، و تنب کوچک. اینا رو شورای اروپا میگه که باید اعاده بشه به عرض شود که کسی که اصلا اون موقع نبوده، اصلا امارات متحده عربی در اون زمان وجود نداشته. یه چیز تازه میخوام براتون بگم، دو تا جزیره دیگه هم اینا گرفتن. همین اعراب عزیز همسایگان مهربان ما، یه جزیره است به نام آریانا و یه جزیره دیگه هست به نام جزیره زرکوخ. زرکوخ رو اسمشو کردن زرقا، آریانا رو کردن سل ابو نعیف. توجه الان همه رو نقشه هستش. و بعد خیلی جالبه خانم، ما نمیدونستیم روزی 550,000 بشکه نفت دارن از اون جزیره دومی میگرد. بله، پر از منابع. ای مردم ایران، ثروت این مملکت رو دارن میدوزن، طلبکار هم هستن. این سه تا جزیره مال ماست. بله. اون دو تا جزیره رو ما میخوایم. اونو باور کن من تنشم نخوابیدم. از این سه تا دست بر ندارم، دوتا رو هم باید پس بدم. اون دوتا رو هم باید پس بدم. خب دوستان، میخوام برم یه کلیپ دیگه ای رو از سردار تنگسیری بهتون نشون بدم. نه تنها باید جزایر زرینکو و آریانا رو به ایران برگردونیم، بلکه بحرین هم همچنین. بریم گوش کنیم به این سخنان بسیار جالب سردار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه. دم ایشون گرم. بریم ببینیم چی میگن. کی رفت کانال سوئز رو حفظ کرد؟ داروش کجایی بود؟ ایرانی بود. ما کشوری تجاوز میکنیم، نه دنبال خاک کسی هست. اما خاکمون یک وجبش اجازه نمیدیم کسی حرف به خود بزنه. این جزایر ایرانی است، شناساش ایرانی است. اونا که حرف میزنن برن تاریخ رو ورق بزنن، برگردن به تاریخ. این اگر برگشتن این حرفا رو زدن، ما برمیگردیم به تاریخ، خیلی بد میشه. اگه برگشتیم بحرین هم اون جزیره بحرین هم باید برگرده، یکی از استانهای ما بشه. ما هیچ گاه دست به سینه در مقابل هیچ که نبودیم به غیر از ملتمون. ما فقط در مقابل ملتمون خضوع میکنیم. این جزای ایرانی است، ایرانی خواهد بود، به ایرانی باقی میمونه، شکم نکنیم. خب سخنان افتخارآمیز سردار تنگسیری رو هم شنیدیم. آفرین به چنین سردارانی که به وجودشون افتخار میکنیم. نه تنها زرینکو و آریانا رو باید برگردونیم، بلکه بحرین رو هم باید برگردونیم که دیگه بشینن سر جاشون و مهملات از سر و مغزشون نریزه. این و وزارت امور خارجه ما یه مدلایی خوابن، مثل اینکه آقای عراقچی دوباره دوست داره بره قدم بزنه تو پارک با یکی از سران نمیدونم آمریکا یا یکی از سرانی که حالا اومدن برجام رو امضا کنن، و همون جریان آقای ظریف و با کری همون جریان رو اینا دوباره میخواد. من نمیدونم که این غرب زدگی اینا که میخواد تموم بشه. به نظر میادش که مغزشون شستشو شده. خب در صورت وزارت امور خارجه باید یه هشدار محکم و یک پاسخ دندون شکن به این اماراتی ها بدن
سفیری داریم، سفیر اونجا فراخوانی کنن، سفیر ایران رو در روسیه فراخوانی کنن و حسابشون حسابی خدمتشون برسن و حسابی جهاد تبیینشون بکنن. اگر که انقدر بیشعورن که نفهمیدن در واقع این جزایر جزو مام میهن هست و جزو خاک لاینفک ایران هست و زر زیادی میزنن و به باور من زرینکو و آریانا رو هم باید بریم بگیریم، اونا جزو جزیره ایران بودن و هستن و باید ایران بره اینا رو تسخیر کنه. ما از دفاعیمون میخوایم که یک چنین عملیاتی انجام بدن. یه روز صبح پاشیم ببینیم که این جزایر هم به تسخیر ایران در اومدن و اینا خفه خون بگیرن بشینن سر جاشون. زمانی که این جزایر مال ایران بودن اینا اصلا وجود خارجی نداشتن. تمام این امارات از خاک ایران ساخته شده، تمام شنها و شنهای خلیج فارس رو کشیدن و وردن بالا، اونجا برای خودشون جزیره درست کردن، خاکای حاصل خیز از ایران قاچاق کردن، تمام این جزایرشون مال ایرانه. در هر صورت خیلی دارن زر زیادی میزنن. من امیدوارم که اینایی که این آقازاده های میخوام بگم حروم لقمه ها که سرمایه گذاری کلان کردن در امارات، بخش مهمی از این ساخت و ساز ها در امارات از سرمایه های ایرانی هستش، این مزدوران، این آقازاده ها، این زالوزاده ها برای منافع خودشون حاضرن هر کاری بکنن و چه بسا ایران هم یه خورده منفعل عمل کرده در رابطه با این موضوع. به خاطر همینه که همین حروم لقمه ها، همین آقازاده ها، زالوزاده ها اونجا هستن، سرمایه گذاری کردن. ما چیزایی میشنویم که حالا اینجا نمیتونم بگم، میان آدم و خب چه بسا پیگرد قانونی داشته باشه، ولی در هر صورت خیلی چیز آدم میشنوه که حالش بد میشه وقتی میبینه که ما اینقدر مزدور داریم. اینا میخوام بگم که هیچ فرقی با اون جریان صهیونیزمی، صهیونیستی ندارن. اینا یا افراد بیوطن، بیهویت و بسیار بی وجدان هم هستن که پول سرمایه کشور رو میبرن توی این امارات فکستانی، اونجا خرج میکنن، خاک عالم بر سرشون. کشور خودمون این همه امکانات داره، این همه زیبایی داره، خب خبر مرگتون برین توی جزایر خودمون سرمایه گذاری کنین، برین خارک، برین قشم، برین نمیدونم کیش، برین این همه جزیره داریم، برین مکرون، برین سواحل مکرون، چرا سرمایه رو از ایران خارج میکنین؟ ولی اینجا اون جریان فاسد اجازه میده که سرمایه از ایران خارج بشه، سرمایه هم غیر قانونی از ایران خارج میشن، هیچ کنترلی روش نیستش. هر چقدر که دلار میاد از اون ور قضیه اینا دلارا رو خارج میکنن. خب در صورت میخوام بگم که ما با یه چنین شبکه های مواجه هستیم. حالا هر کی هرچی میخواد بگه، در صورت این مبارزه با این جریان مخرب به نظر من خیلی کند داره صورت میگیره. حالا من تشکر میکنم از آقای زهروند عزیز، چه بسا به توصیه ایشون اینا پاشدن رفتن جزیره بوموسا، شورای امنیت ملی در مجلس، و من باور دارم که در واقع اینا کار درست خودشون رو دارن انجام میدن و یه چک محکم تو گوش اینا و یه اردنگی تو ماتحتشونه وقتی که حالا ایران یک چنین کارهایی انجام بده و اینطوری پاسخشون رو بده. در هر صورت این اماراتی های هم که در جزیره هستن، اگر که بخوان دست از پا خطا کنن، اینا رو باید دیپورتشون بکنن، برن همون لای دست اماراتی ها. خب این حرفایی بود که من داشتم میخواستم بزنم در رابطه با اینکه آقای زهروند در بوموسا چیکار میکنه. امیدواریم که از این فعالیت های وطن دوستانه بیشتر ببینیم از مجلسمون، و با تشکر از این شورای امنیت ملی در مجلس که در واقع کار درست خودشون رو دارن انجام میدن. خب مشقتون رو بنویسین، یعنی به اشتراک گذاشتن و نظرتون رو بنویسین و همچنین پسند رو فشار بدین که مهم هستش. و دوستان و عزیزان،
مهمه که شما نظرتون زیر برنامه بنویسین و همچنین پسند رو هم فشار بدین اگر که برنامه ها رو میپسندین. در هر صورت همگی در پناه حق باشین.